اینه که نگاه بکنید میبینیم که در حقیقت خب رفتن برخورد به اصطلاح همینطور ادهاک یا همینطور به قول معروف بدون که فکر بکنن، بدون که تجربه بکنن، بدون که تاریخ رو نگاه بکنن، بدون که اسپسیفیک به قول معروف خاص نگاه بکنن به تاریخ. تاریخ عام نمیتونیم ما نگاه بکنیم، تاریخ دوره ما باید خاص بهش نگاه کنیم. دورانی یعنی خاص دیدن یک قسمتی از تاریخ است که این خاص خود عمومیت پیدا میکند، وقت عمومیت شو نگاه بکنیم بهش. ولی خاص بودن یک دورانه که چرا میگیم این دوران خاص بودنش رو نشون میده، نمیبینند. اینو من واردش نمیشم، فقط خواستم شبهه رو از ذهن ببرم که من از کجا میام. بله. من به هر حال اونا که میشناسن منو، خب خیلی هم هستن که نمیشناسن ولی میدونن من از کجا میام. به هر حال خدمتتون که عرض بشه، پس این وضعیت به اصطلاح مشخصی بود که مفهوم ملی رو و ملت رو نگاه بکنیم. وقتی میگیم ملت، فراطبقاتی نگاه میکنیم به ملت. در یک دورانی خیلی درست هم است که فراطبقاتی روش نگاه بکنیم، در مقابل امپریز واسده، تمام منافعش، منافع تمام اقشار در خطره. ولی بعد نگاه میکنیم وقتی پولاریزه میشه، وقتی مشخصا تحولات عظیم درونی اتفاق میفته، اساس طبقاتی اساسه. این خیلی مهم هست که با بهش نگاه بکنیم و از دیدگاه طبقاتی بریم چرا بهش. خدمت که عرض بشه، پس این یک چارچوبی بود که خب اگر علمی بخوام به این مسائل نگاه بکنیم و بررسی پدیده‌ای بکنیم، وقت نمیام میگیم که مصدق شروع نمیکنه بیان که اخلاق، از اخلاق شروع نمیکنه. نتیجه این حرکت این میشود که وقت ببینیم اخلاق مصدق چگونه بوده است. عنوان پدیده عرض میکنم، وقت اخلاق وقت نگاه میکنیم یه آدم نترسی که وقتی میگه که من همه زندگی رو میدم، بله. بعضی دوش نیست، ما هزار جا دیدیم نقل قول هست، هزاران نقل قول از او هست و اینجا دیگه یکی دوتا نیست و این بله. حرفا که آدم اینیست که بشینه اینجا، این یک شازده نیست گفته شده شازده تا، خب نازنازی میره و این حرفا بله. این بحثا رو کردن دیگه گرد میکنن، مذرد بخوام این کلمات رو کار میره. بله بله. ولی این شازده ای بود که گفت بابا من مردم گرا هستم، رفت اولا نشون داد که به شازدگی خودش افتخار نمی کنه، بله. مخالفت میکنه با حکومت مطلقه و اون خیلی اهمیت داره که آدم بیاد چیکار بکنه، بیاد از اون جایی که از اون چارچوبی که دنیا به دنیا آوردتش، خانواده و غیره، بیاد اونجا ببره بریدن این، وقتی میاد دم اون کاخ توی خیابون کاخ واسطه بوده که جریان جبه ملی در فرمول میکردن، شما بهتر از من میدونید، خیلی ها نوشتن بهتر از من هم نوشتن و من استفاده کردم از کارهاشون. میگوین که به مصدق گفتن که سرهنگ که دم گارد به سرا اون گیک واسده بوده در سردار سنگی، میگه که خب حالا شما تشریف بیایید تو، مثل که خب آدم پیرمرد است برای مصدق، احترامی داشته براش این حرفا. یه دیگه گفته من از کنار مردمم نمیرم، من همین پشت وام هستم، عریضه منو بدید بعد اعلی حضرت ببینیم چی میگه. این مهمه. و بعد گفته که بدنن گفته که من میخواد جدا بکنید از مردمم، من با جونم واسدم اینجا. بله. خب این خیلی اهمیت داره. حتی ببین چند بار میتونی آدم دروغ بگه از جونم، بله. تو عمل نگاه بکنید، تو کوران نگاه بکنید که با جون بازی کرد. ولی خب اهمیت داره. بله. و این آدم انصاف باید داشته باشه. من از دید چپ نگاه میکنم، من از جبهه ملی مئوس بودم، نه مصدقی خودم رو به معنای مصدقی میدونم، این کلماتی که کار میرود میدونم، ولی این اهمیتی داره برای یه فردی که خودشو فرهیخته میدونه، با تاریخ آشنایی داره و میخواد حقایق تاریخ رو نگاه بکنه و ضمناً بعد از اینکه حقایق رو میفهمه میفهمه که افتخاری است این مرد. دقیقاً. یعنی در واقع جناب بینا، هر پدیده رو، هر شخصیت رو ما در عمل باید ببینیم چه کرد از آغاز تا پایان، نه اینکه موضوعی رو مطرح کنیم در زمانهای مختلف و یا در کوتاه زمانها و بخوام روی اون انگوش بگذاریم و
در مورد اون وارد بحث بشیم یا همه رو به اونجا ما میباید نتیجه و اون عمل کرده این انسان رو، اون موجود رو، اون رو در اون از ابتدا تا آغاز یه بررسی کنیم و اونجا اون رو بشناسیم. به زنن یادمون باشه اعتماد داره که تو عمل کرد آدم خیلی کارهای اشتباه هم ببینه. بله بله یه آدم میبینه ها، بهترین آدم هاش اشتباه میکنند. جا بینا ببینین این بحث که یه فردی بله. که بخوام به تمامیت نگاه بکنیم به زندگی یک آدم که وقت پدیده میشه از آدم تمامیت بله. نگاه کردن پدیده نگاه کنیم اون وقت است که تمایلات حرکتی رو ما میبینیم، تمایلات حرکت او را ما میتوانیم به عنوان پدیده ببینیم. اون وقت است که اگر ما قضاوت کنیم به سزاست قضاوت ما. بله. و در نظر بگیرید که مثلا معمولا پدیده‌های تاریخی یک دست نیستن دیگه ها، اما پدیده یک پدیده مستحکم و پابرجای تاریخی که خب یک دستن نیست، اغلب یه حرکت تمایلی داره، به یک سوی خاص میرود، جایی میرود، به کجا میرود؟ یک پدیده مستحکم و به حق تاریخی به سوی تحولات مردمی می رود. دقیقاً. به سوی تغییر عدالت خواهانه می رود. بله دقیقاً. به طرف نفی ارتجاع، به سوی اضلال ناحق در مقابل حق می رود. یا این خیلی مهم هست که بله. این گونه نگاه جا بینا یه نکته مهمم باز در مورد این اشتباه است که این اشتباه به چه جهت است. یه موقع هست که شخصی فردی یا باز پدیده‌ای قصد و تصمیمی برای خدمت به مردم در جهت راستای خدمت به مردم کار رو انجام بده تصمیمی میگیره، ممکنه در محاسبات اشتباه کنه. خب اشتباه هم میکنه، خیلی هم طبیعیه. اما اگر این اشتباه در جهت حفظ منافع و یا قدرت باشد که در نهایت هم به خیانت میکشه، این یه موضوع دیگه است. اشتباه انسان، اشتباه محاسبات در جهت خدمت به مردم میتونه پیش بیاد، خیلی هم طبیعیه. میگه من از این راه میرم خدمت کنم، یه کسی ممکنه تو اون محاسباتی که مقدار اشتباه کرده باشه بله. ولی اون کسی که همه گونه بله. این مهمه که ما اشتباه رو چجوری ببینیمش، در چه جهت و به چه قصدی است و یا چگونه مغرضانه ازش سوء استفاده کنیم. بله همین خردگیری، ببینید بحث انتقاد و بحث خردگیری دو چیز متفاوت است. به این دلیل هست که اجازه بده من متشکرم که نکته فرمودید در این مورد. من بذارید اینجوری مسئله کنم، تقسیم بندی رو نگاه بکنیم که خب تعدادی هستن که بسیاری از عناصر ملی‌گرای جبهه ملی، آدم های شریف، آدم های خوب که در حقیقت پشتیبان مصدق هستند و خب خیلی ها صحبت میکنن میگن که خب مصدق سنگ بزرگ برداشت، نفت بود، وای حالا میذاشتی یه چی کار دیگه میکردی اینا، بعضی ها این صحبت ها رو میکنن. بله بله. خب من برمیگردم که نکته رو خواهم گفت و بعد خب با دلسوزی هست که اونجوری برخورد بهش میکنند و نفت رو ملی کرد و به این ترتیب میگن که باعث کودتای 28 مرداد 32 شد. خب اینا خب دشمنا رو کار ندیم، حالا برمیگردم به دشمنا. بله بله. خب این دوستان هستن، حالا با این دوستان ما احتیاج به دشمنان نداریم. بله. احتیاج به دشمن. بله. خب ببینید رابطه علت معلولی کودتای 28 مرداد با ملی کردن نفت رو ما باید خیلی پیچیده است باید نگاش بکنیم. یک، اگر نفت شریان استقلال ایران هست و ما غیر از این شریان، این که شریان استقلال رو به دست بگیریم کار دیگه نمیتونیم بکنیم ها، اینا همه شرطی هستن در از میکنم بعد یا میگن نیست، خب اون بحث دیگریست و من بحثای خودم رو اراده دادم در مقابلش. اگر شریانیست پس باید دست رو رو شریان بگذارید، یعنی برید کجا؟ برید اونجایی که اصلی هست، به فرعیات نداشتید کاری نداشته باشید. دقیقا یک آدم جزئی هستید، یک خدمتگزار جزء هستید. خدمتگزارای زیادی هستن توی ایران، آدم های خونسابی هم بودن و آدم های جزء هم بودن. ما هم دوستشون داریم، اسمم نمیبرم. بله. ولی مصدق جزئی نیست که ها؟ دقیقا. اومده کاری بکنه به کارستان. دقیقا. اومده کاری کارستان بکنه. و این خیلی خودش خیلی اهمیت داد. خود یک تعداد اینجوری هست میزنن. یک تعدادی هستن که خب آدم های بسیار فرهشته هستند، خیلی قلم زدند ها، حتی همین
بعدی رو که عرض کردم آقای فاض روحانی رو به حال کتاب مصدق نمیشته. بله بله. به حال آدم دست به قلمه. اون زمان ها تو جریانات بوده. من نمیخوام داخل مسئله بشم. بله. چه بوده چه بله. بوده بود نمیشتم. بله. این است که میبینیم که مصدق رو فردی لجوج خطاب میکنه. میگه لجوج بود. وگرنه این همین قرارداد بیشنهادی هندوستان رو قبول کرده بود و بعد تموم شده بود کار. بله. یعنی خوشبینی راجع به اوضاع رو نگاه میکنند که میگن قرارداد پیشنهادی هندوستان مفهومش چه بود؟ مفهومش این بود که ما دی‌نشنالایز کنیم. من اینو نشون دادم دیگه. بله. کاری که کردم. بله. یعنی نشنالایزش نکنیم، یعنی نفت ملی نکنیم. نکنیم. بله. نفت ملی نکنیم. خب اگر نفت و ملی نکنیم که این شریان استقلال هست چیکار بکنیم؟ ها بریم بالانس بزنیم همون حالت. بله. تو سری خورده باقی بمانیم. بریم چیکار بکنیم؟ بله. این خیلی اهمیت داره. یعنی آلترنتیو، اولا جهان خود رو نمیشناسن، اگر میشناسن زیر سیبیلی مذهب میخونن هر کلمه رو میگم در میکنن بعدش میکنن. بله. جهان خود و اگر جهان خود رو میشناختن میدونستن که این اصلی ترین کاری که باید کرد. اگر تاریخ هند رو خونده باشن میدونن که هند به سرازیر رهبری گاندی، که گاندی هم همچی آدم سلطلبی هم که بعضی از صحبت میکنم نبوده، این صحبت از میکنن نه رایلات اینا هم صحبتی بود در شیکاگو همین در حقیقت مارس گذشته من ارائه دادم و نشون دادم که نان وایلنتی هم که اینا اینجوری دارن ازش صحبت میکنن همچین نان نیست. بله. بدون اینکه کشمکشو به در خوردم نخواهد بود. مبارزه سرد کستنک داره، بادی اشکنک داره رفقای عزیزم، دوستان عزیز سرد کستنک داره. بله. و اینجوری نیست مبارزه. و این ترتیب هم ما میبینیم که این مسئله اساساً به طور کلی خب دست روی شریان گذاشت و اگر خوب شناخت داشت، این شناخت درسته. ها من به عنوان آدم چپ دارم صحبت میکنم. ها بله. من آدم چپ هم شناخت کار کردم. ها بله. توی مسائل ها شناختش درست بود، ولی این که شناختش دقیقا درست بود از خود آمریکا، خب این یه بحث دیگه است. این که پیشبینی نتونست بکنه که اینا چه میکنن در اون زمان، ها با صحبت هایی که کرده بودن البته. بله. خب اون یه بحث دیگه است. از جریان ملی کردن شناختش درست بود، شناختش درست بود، ابسولوتلی درست بود، مطلقاً درست. جناب بینام در خاطرات آقای ناصر قشقایی هم هست، خاطرات روزانه، که میگه وقتی به آمریکا آمده بودن که بتونن کسایی رو پیدا کنن، کمپانیایی پیدا کنن که بهشون نفت بفروشن، وقتی برمیگرده مصدق ازش تلفنی سوال میکنه که چی شد، بعد ایشون توضیح میده که راضی نبودن، با من بازی میکردن. میگه پشت تلفن به زبان ترکی آذری گفتن که اینا از انگلیسا بدترن، اینا ما رو بازی میدن. یعنی میدونستن هم چیه، منتها بحثشون این بود که میخواست بدون جنگ و دعوا و مرگ بر این مرگ بر اون گفتن یه روابط معقوله دیگه، خرید و فروش اون تجارتی که دارن دیگه، با حفظ اصول و پرنسیپ. مسئله اینجاست که در یک موقعیت بحرانی رو که امپراتوری انگلیس اساساً درست کرده سر این جریان و دلیل درست کردنش، خب من بارها مطلب نمیشتم، ولی این است که امپراتوری انگلیس مرده و این مرده شها چال نکردن هنوز. بله، بله. تازه قسمتی از این مرده رو در هند چالش کردن، بخش دوم. بله. این دقیق مشخص میده که حالا وضعیت آمریکا به همین فرمی که من بحث نمی کنم الان، بارها بحث کردم سر این جریانات. بله. که به طور کلی وقتی یک امپراتوری از خانی میفته، موقعی که رو کار میاد خیلی آرومتر رو کار میاد و سوار اسبه، ولی خیلی شلاقکش نمیره، نشون نمیده. بله. وقتی داره میفته از خانی میخواد بیفته، پدر صاحبت چه مردم در میاد. دقیقاً. یعنی جان رو میکوبه و با رفتن خودش در حقیقت با سر صدا میخواد بمیره و ما خوب دیدیم دست و پا میزنه برای مردن دیگه. بله. بله. این خیلی مهم هست که ببینیم. البته این بعضی از صحبت از چرچیل میکنن که خوب آدمی بود که خوب مینوشت دیگه، ها ولی خب خیلی زحمت هم میکشید. میگن که در صحبتاش که مینوشته مثلا 30 دقیقه صحبت بکنه، 30 ساعت هی تمرین میکره که چجوری بگه. خب این هم جالب هست که آدمی که ذهن مرتبی داره، ها 30 ساعت نمیره دنبال 30 دقیقه
بله. خیلی ساده تمرین بکنه که بله. خب نمی‌نیسته ولی می‌کنه. اونم بحث دیگه‌ای که من خیلی لازم هست که بعداً در مورد چرچیلم یه نکاتی صحبت بکنم بعدا. ولی به طور کلی می‌خوام عرض بکنم که این گونه افراد هستند که به اصطلاح استعمارگران قدیمی قرن 19 رو گذاشتن سر کار تو قرن 20. خب اینا شما ماهی رو برید توی فرض کنید آب لیمو بندازید ها به جای آب بله. یه جور دیگه شنا میکنه بله. میدونی یه چیز دیگه است بله. و خب اینم وضعیت چرچیل هست. در این موقعیت به قراش نشه که آشفته بازار هست که خب خیلی مشکل میشه که آدم بخواد کارش انجام ده، باید جوابگویی بکنه به مسائل روز و خب این هم انجام شد و منتهی شد به جایی که اساساً خب کودتا هم انجام شد. کودتا اساساً به خاطر نفت بود به نظر من.